خب جبار، برو یکی از آشپزخونه ها رو برام خالی کن. آشپزخونه آقا؟ بله، یکی از آشپزخونه ها رو خالی کن. چیزه؟ ببخشید بابت کنجکاویمه، اما آشپزخونه رو میخواید چیکار؟ نه، یه مهمونی میخواد برام بیاد. میخوام با دسته خودم براش غذا درست کنم. خوبه یا نه؟ یالا دیگه. بفرمایید، بریم آشپزخونه. تو برو آماده کن. جبار، من از این فرای جدید سر در نمیارم. تو بازش کن. بفرمایید. اوه، برو کنار. برو. خوبه، ماشاءالله. یالا ببینم. وای، چه خوش رنگه. جبار یا چنگال واسم بیار. بفرمایید. خیلی ممنون. میدونی جبار، ما وقتی دانشجو بودیم اول هر ماه که حقوقمونو میگرفتیم میرفتیم با دوستامون 1 کیلو گوشت میخریدیم، بعد میرفتیم با اون گوشت یک کوفته خیلی خوشمزه و دلپذیر درست میکردیم. البته پختن کوفته تخصص من بود. بعد اینو به یکی از نزدیکترین نونوایی ها میبردیم ببینیم مزهش مثل قبل هست یا نه. ای روزگار، هی هر وقت که این کوفته رو میبینم همش یاد اون روزا میافتم. یعنی با اون دوستا سر میز میشستیم، همگی با خنده این غذا رو میخوردیم و لذت میبردیم. این خاطرات از جلو چشام میگذرن. بعضی از اون دوستام هنوز پیش منن، بعضیاشونم اصلا نمیبینم. خیلی خوب، الو؟ بله باشه. خیلی خوب، مهمونتون اومدن. خوبه، ببینیم امتحانو پاس میشیم یا نه. چرا اینطوری گفتید قربان؟ مشکلی با مهمونتون دارید؟ ببین جبار، این چنین مهمونیه که یه رفعت کروغلی تو سرش ساخته. عوض کردن اون از شکافتن اتمم سخت داره. خیلی خوب، اینا رو بگیر. پروین، دستور دیگه ای ندارین آقا رفعت؟ نه خیر، ممنون. باشه، نوش جونتون. همشو تو درست کردی؟ آره. ببینم هنوز مزهش مثل قبله یا نه. ببینم میخوای چی کار کنی رفعت. منو دعوت کردی اینجا که غذاهایی رو که قبلا دوست داشتم و برام بپزی؟ میشه دلیل این کارا تو بگی؟ از من چی میخوای رفعت؟ پروین، میخوام درباره هر چی که لازمه صحبت کنی. هر سوء تفاهمی که پیش اومده باید کاملا واضح و مفهوم بشه. هر تصفیه حسابی که لازمه تا وقتی که دوست هم بشیم انجام بشه، البته اگه تو هم اینو بخوای. بعضی حسابا انقدر عمیق هستن که با کوفته سیب زمینی حل نمیشن رفعت. میدونی که فقط در روز قیامت تصفیه میشن. نوش جونتون. خیلی ممنون. یعنی همونطور که موقع قضا ساکت بودی میتونی به سکوت ادامه بدی. تو کدومشو ترجیح میدی رفعت ها؟ البته که صحبت کردن و پروین،
اول گفتی اتفاقاتی افتاده بود. میخوام اونا رو بشنوم پروین. تقدیر با دختره جوونی مثل من که وقتی لباس عروسیش حاضر بود اما ترک شد با مرحمت رفتار نکرد. منم 2 ماه بعد از تو ازدواج کردم. با اکرم پکینار ازدواج کردی نه؟ یعنی با هم آشنا نشدین اما کارای اونا تو لندن بود. بله. فقط در ترکیه مدتی یه شریکی به اسم جاوید اسنر داشت. میدونی که با جناقت بود. نمیدونستم. تو چی رو میدونی رفعت؟ هیچی رو نمیدونی. با شوهرت خوشبخت نبودی؟ خیلی سعی کردیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. اما وقتی چنین خلای بزرگی درون یه انسان باشه جایی برای کسی دیگه ای نمیمونه. نمیتونی به کسی چیزی بدی نه چیزی ازش بگیری. سالهای سال توی خونه نتونستیم با هم کنار بیایم. اما از بیرون همه چی عالی به نظر میرسید. ثروتمند بودیم. شرکت ها و اسهام و یه دختر خیلی زیبا. دختردار شدیم. اما خب نتونستیم با هم دیگه کنار بیایم. نتونستیم. دوتا غریبه موندیم. ای بابا، این که بازم همون زن است. یعنی زندگی اونطوری که با تو خوب تا کرده با من تا نکرده، یا اینکه من چنان نصف و نیمه موندم که دیگه اصلا نتونستم کامل بشم. صبر کن ببینم. آه بابا جون، دختر خوشگلم، بیا ببینم. بیا عزیزم. منم خسته شدم، گفتم بیام یه لیوان قهوه بخورم. وقتی شما رو دیدم گفتم یه سلامی بدم. خیلی کار خوبی کردی. پروین خانم از دوستای دوران دانشگاه منه. بعد از یه مدت طولانی دارم اونو میبینم. خوشبخت شدم. منم همینطور. اگه میبینی که این شرکت سر پا مونده، همش زیر سایه دختر خوشگلم سلنه. نه بابا جون، این چه حرفیه؟ شکست نفسی میکنین. اینا ذاتاً واقعیت هستن. پروینم غریبه نیست دخترم. با اجازتون من دیگه برم. خیلی خوب، من تو رو بعد دقیق کنم. چند تا کار دارم که باید انجام بدم. بفرمایین. فعلا به مامانت در این مورد چیزی نگو. وقتش که رسید خودم به هم معرفیشون میکنم. چشم بابا جون. خوش اومدی. بابت غذا ازت ممنونم. میبینم. وایسا. وای پروین خانوم، بابا جناق ما رفعت چه ارتباطی داره؟ میبینمت. میبینمت. زودی میفهمم پشت این موضوع چیه. راه بیافت میریم خونه.